در این شماره از بسته اخبار بین‌المللی ایسنا، خبرهای از ادامه جنگ در اوکراین، وقفه در مذاکرات احیای برجام، معرفی رهبر جدید داعش و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 21 اسفند، شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان به ترتیب به حدود 455,800,000 و 6,060,000 نفر رسید و تعداد افراد بهبود یافته از این بیماری نیز به مرز 390 میلیون نفر نزدیک شده است. همزمان با ادامه روند کاهشی مبتلایان در آمریکا و برزیل، مبتلایان روزانه هند نیز سرانجام به کمتر از 10,000 نفر کاهش پیدا کرد. در اروپا هم میزان شناسایی مبتلایان به خصوص در کشورهای توسعه یافته روندی کاهشی دارد. با این حال، مقامات بهداشت انگلستان از افزایش دوباره مبتلایان روزانه در این کشور خبر دادند. در میان کشورهای همسایه ایران، از جمله ترکیه نیز روند شناسایی مبتلایان جدید با کاهش قابل توجهی روبرو شده و در شرق هم کره جنوبی فعلا بدترین وضعیت را دارد و شمار مبتلایان روزانه‌اش به بیش از 300,000 نفر افزایش پیدا کرده. چین نیز روز جمعه بیشترین شمار مبتلایان روزانه خود در حدود 2 سال اخیر را شناسایی کرد. ادامه جنگ در اوکراین. همزمان با ادامه حملات نیروهای روسیه به شهرهای اوکراین، سازمان ملل متحد گفته شمار غیر نظامیان اوکراینی که به کشورهای دیگر پناه بردند از مرز 2.5 میلیون نفر عبور کرده است. اتحادیه اروپا هم از آماده سازی 4مین بسته تحریمی خود علیه روسیه خبر داده است. از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه موافقت خود را با اعزام افرادی که می‌خواهند به شکل داوطلبانه به جنگ این کشور علیه اوکراین کمک کنند اعلام کرد. تا کنون 16,000 نفر که اکثر آنها از کشورهای خاورمیانه هستند برای کمک به روسیه اعلام آمادگی کردند. اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته سکوت جهان در برابر الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 2014 یکی از دلایل تشویق پوتین برای حمله به اوکراین بوده است. کاملا هریس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، در سفر اروپایی خود وارد لهستان شد و با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. آمریکا و لهستان اخیراً بر سر تجهیز ارتش اوکراین به هواپیماهای جنگنده دوچار تنش شده بودند. طبق اعلام سازمان ملل، تاکنون 549 غیر نظامی در جنگ اوکراین کشته و 957 غیر نظامی نیز زخمی شدند. وقفه در مذاکرات احیای برجام. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از وقفه در مذاکرات احیای برجام خبر داد و گفت به دلیل عوامل خارجی این وقفه مورد نیاز است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته مشکلات کم اما برجسته‌ای در مذاکرات وین باقی مانده است. نت پرایس همچنین گفته ایالات متحده قصد ندارد در مذاکرات وین پیشنهاد جدیدی به روسیه درباره مسئله تحریم‌ها ارائه دهد. به دنبال حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های کشورهای غربی علیه مسکو، روسیه خواستار تضمین شده بود که این تحریم‌ها به روابط تجاری میان تهران و مسکو که در برجام مقرر شده لطمه‌ای وارد نکند. از سوی دیگر، مذاکره کننده ارشد فرانسه در مذاکرات وین هشدار داد که اگر مذاکرات احیای برجام هرچه زودتر به نتیجه نرسد، امکان فروپاشی آن وجود دارد. معرفی رهبر جدید گروه تروریستی داعش. گروه تروریستی داعش به طور رسمی مرگ رهبر خود یعنی ابراهیم الهاشمی القرشی را تایید و جانشین او را معرفی کرد. این گروه تروریستی در یک پیام صوتی ابو الحسن الهاشمی القرشی را به عنوان سرکرده جدید خود معرفی کرد. داعش جزئیاتی درباره هویت سرکرده جدید خود ارائه نداده و اطلاعات چندانی نیز درباره این فرد در دسترس نیست. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا حدود 1 ماه قبل اعلام کرده بود رهبر پیشین داعش در عملیات کماندوهای آمریکایی در شمال غربی سوریه کشته شده است. تحریم‌های جدید آمریکا علیه کره شمالی. آمریکا روز جمعه از وضع تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی خبر داد. تحریم‌هایی که در آن افراد و شرکت‌های روسیه مرتبط با برنامه موشکی کره شمالی نیز هدف قرار گرفتند. این تحریم‌ها پس از آن اعمال شد که مقامات آمریکا و کره جنوبی اعلام کردند پیونگ یانگ در 2 آزمایش موشکی اخیرش از بزرگترین سیستم موشک‌های بالستیک غارپیمای خود استفاده کرده. آمریکا و متحدانش به ویژه کره جنوبی نگران این هستند که کره شمالی برای نخستین بار از سال 2017 بار دیگر به آزمایش سلاح‌های هسته‌ای خود بپردازد.
یون سوک یول نیز که به تازگی به عنوان رئیس جمهور جدید کره جنوبی انتخاب شده و سیاست‌هایش به رویکردهای مقامات آمریکایی نزدیک است، قول برخورد سرسختانه با کره شمالی و برنامه موشکی این کشور را داده است. پرتاب غیر عمدی یک موشک از هند به خاک پاکستان. وزارت دفاع هند در بیانیه اعلام کرد ایراد فنی باعث شده یک موشک موافق صوت این کشور به شکل غیر عمدی به سوی پاکستان شلیک شد. در این بیانیه همچنین آمده این موشک در یکی از مناطق پاکستان فرود آمده که عمیقا مایه تأسف است. با این حال خرسندیم که این حادثه هیچ گونه تلفات جانی نداشته است. در پی این حادثه پاکستان به نشانه اعتراض به نقض غیرقانونی حریم هوایی این کشور کاردار هند را احضار کرد. هند و پاکستان طی سالهای اخیر به دفعات بر سر منطقه کشمیر دچار مناقشه شدند و ناظران بین‌المللی هشدار دادند که یک اتفاق کوچک میتواند بار دیگر آتش جنگ را میان این دو کشور شعله‌ور کند.